خوش آمدید به ادامه برنامه شهر الله که شما بیننده برنامه ما هستید و در لحظات ما قرار داریم که لحظات قبولیت دعا هست و همچنان در این قسمت مهمان را نیز از طریق اسکای ما با خود داریم جناب محترم مفتی صاحب شمس الرحمن فرورتن که موضوع بحثی که امروز ایشان روی صحبت میکنن مسئولیت یک خواهر مسلمان در رمضان می باشد. احمدی صاحب؟ بله صاحب. مهمان ما همچنان روی خط اسکایپ با ما وصل هستند. سلام جناب مفتی صاحب، وقت شما بخیر، دعات عبادات شما قبول باشه. تشکر. ما هم خدمت شما و همکاران عزیز جناب مصلح صاحب و تمام برادران و خواهران روزدار در داخل و خارج افغانستان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عرض می دارم. تشکر جناب مفتی صاحب. موضوع برنامه امروز ما در برنامه شهر الله رمضان و مسئولیت های خواهران مسلمان است که از زبان شما میشه بیشتر بدانیم و بفهمیم. بله، در رابطه به مسئولیت یک خواهر مسلمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که اذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حسنت فرجها و اطاعت زوجها قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنة شئت. رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید زمانی که یک خانم پنج وقت نماز خود را ادا نماید و روزه ماه مبارک رمضان را ادا کند و عفت و پاکدامنی نماید و از شوهر خود در مواقع و جاهایی که شریعت اجازه داده است و یا تعیین کرده است اطاعت نماید، اجر و پاداش این چار عملش این است که در روز آخرت به چونین خانم مسلمان از جانب الله سبحانه و تعالی ندا و صدا زده می شود که برو داخل جنت شو، از هر دروازه جنت که خواسته باشی برو داخل جنت شو. به این معنا کسی که پنج وقت نماز، خانمی که پنج وقت نماز خدا بخوانه، روزه ماه مبارک رمضان ادا بکنه و پاکدامنی نماید، از شوهر خود در مواردی که شریعت تعیین کرده است اطاعت بکنه، اگر ما بگوییم و سوگند یاد کنیم که این خانم و این خواهر مسلمان جنتی هست، در این سوگند خود ما کاذب و دروغگو نیستیم، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است. یکی از مسئولیت‌های مهم و عمده دیگر یک خانم در ماه مبارک رمضان این است که در این ماه مثل دیگران مشق و تمرین تقوا و دینداری را بکند. ما داریم بسیار از خواهران را که فقط در ماه مبارک رمضان پابند حجاب می باشند، فقط در ماه مبارک رمضان پابند نماز می باشند، ولی وقتی که ماه مبارک رمضان بیرون شد اینا پس به مو به حجابی و متاسفانه به نمازی خود اقدام میکند که این کار درست نیست. این به این معنا هست که در این یک ماه یک خواهر مسلمان ما زحمت میکشه، جد و جهد میکنه، اندوخته های برای خود آمده میکنه، وقتی که رمضان بیرون میشود همه گیش را به اصطلاح به دریا می اندازه. این کار منطقی و عاقلانه نیست. لذا خواهر مسلمان ما در ماه مبارک رمضان به نسبت دیگر ماها خوبتر و بیشتر می تواند که به شریعت اسلامی و آداب اسلامی و اخلاق اسلامی پابندی داشته باشد و وقتی ماه مبارک رمضان بیرون می شود ای مشق و تمرین خود کرده می باشه و در 11 ماه دیگه استفاده می کند. یک چیزی دیگری که خواهران ما در او مقصر نیست بلکه تقصیر از برادرها هست و او این است که در ماه مبارک رمضان
بعضی چی بلکه اکثریت خواهرای مسلمان زیادتر و بیشتر به طاعت و عبادت نمی پردازند، زیادتر و بیشتر اینا اوقات خود متاسفانه در آشپزخانه می گذرانند. مثلا بعد از نماز ظهر تا شام در آشپزخانه هستند. حتی بعض خانواده ها هستند که 12 بجه و 1 بجه شب بیچاره خانم مظلوم می خیزه و تا 2 بجه آشپزی میکنه، از طاعت و عبادت و تلاوت و ذکر و فکر میمانند. این قسم نکنند، بلکه کارها را نرمال و عادی مثل که در غیر از رمضان انجام میدهند به پیش ببرند، و در جاهایی که کار بیشتر میشوه برادران باید در خانه با خواهران مسلمان کمک بکنند. یک برادر با مادر خود، با همسر خود، با خواهر خود، با خانم برادر خود باید کمک بکنه، و یک کمک وقت و فرصت با خواهرها هم مساعد بسازن که از این اوقات پاک و مقدس و نفیس استفاده بکنند و در پهلوی کارهای خانه و طاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی بپردازن. ما باورمند معتقد هستم که خواهرای ما زیاد علاقه مند هستن که در این ما به تلاوت و ذکر و فکر و طاعت و عبادت و قیام و صیام بپردازن، اما بدبختانه کارهای خانه و مصروفیتهای آشپزخانهی اونها را از عبادت به دور می‌دارند. یک نکته دیگر هم که اشاره بکنم این است که بعض خواهران بنا به عذر شرعی وقتی روزه نمی‌گیرند، اونها باز به ذکر و فکر نمی‌پردازند، درود نمی‌گویند، ذکر نمی‌کنند. چرا؟ میگه ما مشکل شرعی داریم. وقتی یک خواهر مشکل شرعی دارد، تنها نماز و تلاوت قرآن عظیم و شان را کرده نمیتوانند. بقیه اگر اینا ذکر میکنند، درود میفرستند و دیگر کارهای درس و تدریس انجام میدهند، ای یک امر شرعی و جایز است برشان و میتوانند که از این ماه و از این شبها و روزهای پاک اگر نماز و تلاوت کرده نمیتوانند، ذکر و درود و دیگر کارهای که از قبیل درس و تدریس باشد، این کارها را میتوانند که انجام بدهند. بسیار خوب. جناب مفتی صاحب، خواهرایی که در ماه مبارک رمضان نه بلکه در سایر ماه ها حجاب بیشتر رعایت میکنند، اینا نزد الله چی اجر پاداش دارند؟ و بخصوص خواهرها یا خانم هایی که همیشه یا در ماه مبارک رمضان بخصوص رعایت نمیکنند حجاب خدا، نه باز هم اینا چگونه مجازات خواهند داشت نزد پروردگار؟ متاسفانه که آواز شما یک کمک قطع و وصل شو، اگر همی سوال یک بار باز تکرار بکنین. جناب مفتی صاحب، گفتم خواهرایی که در ماه مبارک رمضان نه بلکه در سایر ماها حجاب بیشتر مراعات میکنن و با حجاب میباشن، نزد پروردگار چی اجر پاداش داره؟ و بخصوص خواهرها یا خانم هایی که حجاب بیشتر مراعات نمیکنن و دقت نمیکنن، اونا چگونه نزد پروردگار مجازات خواهند شد؟ ببینید، حجاب یک امر شرعی و در حقیقت زیبایی و زیور یک خانم و یک خواهر مسلمان است، و این امر شرعی در رمضان و غیر از رمضان فرض است، مثل که نماز، مثل که به طور مثال دیگر عبادت ها در رمضان و غیر رمضان هست. حجاب هم یک امر شرعی هست، ولی که یک خواهر تنها در رمضان حجاب مراعات میکنه و در غیر از رمضان مراعات نمیکنه، ای الله سبحانه و تعالی از همین حجاب یک ماهش برزی اجر و پاداش میدهد. اما ای که در غیر از رمضان حجاب مراعات نمیکنه، متاسفانه گناهگار است. ولی یک خواهری که حجاب در رمضان، غیر از رمضان، سفر و حضر در تمام حالات و شرایط مراعات میکند، ای خواهر الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان و همچنان در احادیث نبوی از جمله خواهران صالحات ذکر کرده است، و الله سبحانه و تعالی برای چنین خواهر مغفرت میکند و جنات الفردوس نصیبشان میگرداند. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میفرماید که فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله،
زنان صالحه کدام زنانی هستند؟ آنهایی هستند که قانتات هستند. قانتات تابع امر الله هستند و یکی از موارد تابعیت از امر الله سبحانه و تعالی خود مراعات کردن حجاب اسلامی هست. پس یک خانمی که حجاب مراعات میکنه، ما گفته میتوانیم که ای به اصطلاح یک خانم متدینه و یک خانم با عفت و با عزت است و الله سبحانه و تعالی برای چنین خانم جنت را وعده کرده است و برای چنین خانم مغفرت را وعده کرده است. پس کسی که در رمضان حجاب مراعات میکنه و در غیر از رمضان حجاب مراعات نمیکنه، ای بدانه که یک رسم، یک عادت در رمضان انجام داده و اگر نیتش رضای الله هست، پس این رضای الله که بعد از رمضان هم مطرح هست و بعد از رمضان هم باید که در جستجوی رضایت الله با رعایت حجاب اسلامی باید هر خواهر مسلمان ما باشد. بله جناب مفتی صاحب، یک سوال هم داشتیم که برادر ما جاوید تماس داشتن و گفتن کسایی که به بهانه های این آن که ما معده درد هستیم یا مشکلات داریم، به خصوص خانم ها یا آقایان، روزه را که میخورن، باز اینا چی کار باید بکنن؟ فدیه میتن؟ اینا باید طعام بتن؟ اینا باید چی کار بکنن جناب مفتی صاحب؟ اول خود طب جدیدی را ثابت ساخته که روزه برای صحتمندی انسان است. یک انسان هر مشکلی که دارد با گرفتن روزه الله تعالی خوب صحتمندش می سازه. اما یک نفر میگه من معده درد هستم، ببین معده درد از خود در صورتی که روزه را بخورد شرایط دارد، دکتر متخصص برش گفته باشه، با تجربه برش ثابت شده باشه که وقت روزه را بگیره به تکلیف خیلی جدی مواجه می شود. اما ای که والا معده درد استم، هر مسلمان که روزه بگیره یک کمک معدهش درد میکنه، یک کمک مشکلات داره، اما این مشکلات و مرضهای معمولی نمیتواند دلیل برای ازی باشد که روزه را بخورد. رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که روزه را میخورد اینقدر امتیاز و اجر و پاداش از دست داده است که بقیه اگر 100 سال دیگه هم ای در دنیا زنده میمانه و 100 سال روزه میگیرد، بازم اجر و پاداش امی یک روز روزه را با 100 سال روزه خود به دست آورده نمیتوانه. 100 سال مثال است. و همچنان کسی که قصدن بدون عذر به بهانه های مختلف روزه را میخوره که بدبختانه از این طرف و آن طرف و قرائن مشاهده میشه که در کابل بسیار از مردم روزه را به بهانه های مختلف میخورن، اینا وقتی روزه را میخورن باید کفاره بدهن. کفارش اولا 60 روز روزه پی در پی است. اگر یک روزه بدون عذر میخوره 60 روز روزه پی در پی بگیره و یک روزم قضایی. و اگر باز توان 60 روز روزه را واقعا نداشته باشه، نظر به تجربه و یا نظر دکتر متخصص، بازی 60 مسکین دو وقت طعام بدهد یا 60 مسکین لباس بدهد. سپاسگزار هستم جناب مفتی صاحب از اینکه لطف کردین در برنامه شهرلا، برنامه ما را واقعا پررنگ ساختین و صحبت های خیلی خوب، موضوع خیلی خوب را هم شما اشاره کردین. تشکر از شما هم. سر بلند باشند. سپاسگزار هستم از جناب مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن که موضوع برنامه ما در رابطه با رمضان و مسئولیت های خواهران مسلمان بود که واقعا اشاره خوب داشتند. جناب استاد. بله احمدی صاحب، تشکر از جناب محترم مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن که روی موضوعات بسیار خوب اشارات داشتن، علل خصوص یک سوال فقهی هم که یک از برادران ما کردن و جا دارد که تشکری بکنیم از شرکت مخابراتی عوام بیسیم. بله. که همیار مالی ما بودن و همچنان شرکت تولیداتی جوس امید بهار که در تولیدات خود افتخار وطن، یعنی تولیدات وطن افتخار وطن است که انواع تولیداتی که دارن. بله بله، شیره تولید دارن دیده ای شرکت خود، قیماق و همچنان جوزهای خیلی بازایخه، البته طعمهای مختلف که شما میدونید در ماه مبارک رمضان استفاده بکنین، به دلیل از اینکه
گلوکوز بدن که پایین میاد، ما میتونیم از جوس‌های با کیفیت استفاده بکنیم تا بتونیم دوباره گلوکوز به دست بیاریم. و شما بیننده برنامه شهرالله هستین و باز هم سپاسگزار هستم از خواهر ما که کمک یا مساعدت نقدی کردن، نیلوفر شیرزاد از مسز آگه کانادا. ما هم قلبا از شما تشکری میکنیم که به خاطر که است وطن دوستی دارین، هموطنتون امنوتون که در افغانستان بیروزگار است یا ناتوان است یا فقیر است، شما دلسوزی و ترحم دارین. باز هم بسی کمکی که همکار خیلی خوب ما وارث مجددی تهیه کرده با هم میبینیم. ادامه برنامه را باز هم با ما همراه باشید.